रोहित बोरे पर हम जान मिशन भी दुख सो रही गंज थ्रो रखो हस्तरेश रहे को कल थ्रो शिकसा हर की बनो बते को सर। وای به حال روزی که بخوام برای یک کشور تصمیم بگیرن، کسانی که از اون کشور نیستن، کسانی که قصه یک کشور رو نمیخورن، کاری به اون کشور ندارن ولی براش میخوان ریاست کنن، منفعت خودشون رو میبینن، قبلترم از فقط منفعت خودشون رو میبینن و چقدر سخته که بخوای اشک یک نفر رو ببینی که جای دیگه داره به آهنگ وطنش گوش میکنه و همزمان توی یک جای دیگه هست که توی کشور خودش نیست. بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در چنل پریفارم. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. من برگشتم با یک موزیک خیلی زیبا به درخواست زیاد شما عزیزان از استاد داوود سرخوش، سرزمین من. بدون معطلی میریم شروع میکنیم. میدونم که چقدر منتظر این آهنگ بودیم چون از عزیزان دیگه هم این آهنگ رو شنیدیم و ریاکشن رفتیم و طبق معمول گفتید که هر آهنگی که میرید لطفا از خود آرتیست باشه. چشم، با صدای اون عزیزان که خیلی زیبا بود بریم با صدای استاد داوود سرخوش بشنویم. امیدوارم که لذت ببرید. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بی آشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باقم شانه به شانه گشتم. بچه چیزی که نوشته بود بالای تصویر کنسرت توی ایران هست، مثل این که نمیدونستم که اومدن ایران استاد داوود سرخوش. خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باقم شانه به شانه گشتم. عشقی یگانه ای من عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها. گنج تو را بودم از برش رسیف و قلب تو را شکستم سرزمین من. بچه ها حس کردم استاد داوود سرخوش بغض کرد.
نمیدونم حالا چون دوربین پشت سرشون رو داره میگیره و روشون به تماشاچی ها هست و از زانی که اونجا هستن، حس کردم که بغض کرد. اصلا یه آن خیلی سخته، خیلی سخته. امیدوارم که واقعا دیگه شاهد مهاجرت و چیزای اینجوری واقعا نباشیم. دور از وطن خودش سختی های خودش رو داره، ولی امیدوارم که هر مهاجرتی برای پیشرفت تحصیلی باشه، پیشرفت موقعیتی باشه و از جنگ و ناراحتی و ناامنی نباشه این مهاجرت ها. سرزمین ما دست دست از جفای، سرزمین ما بیسود و بیسدای، سرزمین ما در من بیدوای، سرزمین ما سرزمین ما مثل چشمی بزار، سرزمین ما مثل دشت سرب و بار، سرزمین ما مثل قلب داغدار، سرزمین ما. واقعا هر اتفاقی که بچه‌ها برای مردم بیفته، هر اتفاقی که برای خاک یک وطن بیفته، واقعا یک کشور غمگین میشن. یعنی کاری ندارن که زلزله از فلان شهر هست یا یک اتفاقی توی یک شهری از اون کشور هست، کل یک کشور، کل مردمش ناراحت میشن، عزادار میشن، غمگین میشن، اگر کمکی نیاز داشته باشن بسیج میشن و میرن کمک میکنن. و واقعا این دله که میتپه برای وطن خیلی ارزشمنده، خیلی یک کشور میتونه عزیز باشه برای یک نفر. مثل چشمی بزار، سرزمین ما مثل دشت سرب و بار، سرزمین ما مثل قلب داغدار، سرزمین ما. قلب تو را شکستم، هر کی بنوبته وای به حال روزی که بخواد برای یک کشور تصمیم بگیرن، کسانی که از اون کشور نیستن، کسانی که قصه یک کشور رو نمیخورن، کاری به اون کشور ندارن ولی براش میخوان ریاست کنن، منفعت خودشون رو میبینن. قبلترم از گنجی که کشور افغانستان داره و جزو اولین ها هست توی ثروت یک کشور، فقط منفعت خودشون رو میبینن و چقدر سخته که بخوای اشک یک نفر رو ببینی که جای دیگه داره به آهنگ وطنش گوش میکنه و همزمان توی یک جای دیگه هست که توی کشور خودش نیست. و چقدر حس خوبی داشته این کنسرت که توی ایران برگزار شده و بچه های عزیز افغانستان تونستن
بیان و داوود سرخوش عزیز و اولین که ببینن، یک استاد واقعا توی کشور افغانستان، و این موزیک رو بشنون. خیلی حس و حالش میتونه خوب باشه. شاید اگر یه روزی هم میشد که نمیدونم توی ایران کنسرت از خانومهای کشور ایران رو ببینیم، یا خواننده هایی که دوست داریم و الان خیلی ساله که به خاطر شرایط حالا اون انقلابی که توی ایران شد مجبور شدن که به اجبار مهاجرت کنن برن، وگرنه میمردن. و چقدر ما که الان نسلی بعد از انقلاب هستیم میتونستیم توی ایران هم شاهد کنسرت این عزیزان باشیم. و میدونم که الان همه کسایی که اینجا نشستن و دارن گوش میکنن و استاد داوود سرخوش رو میبینن چقدر حس و حالشون خوبه. این اشکا واقعا ارزشمنده. او ستاره ای من، راه تو باره ای من، در همه جان میشه بی تو گذاره ای من، گنج تو را رهادم از برش رفه خود، قلب تو را شکستم هر کی بنوبت خود، سر همین من جفای سر زمین من، بی سرود و بی صدای سر زمین من، در مند بی دوای سر زمین من، سر زمین من مثل چشم این پتار، سر زمین من مثل قلب داغدار، سر زمین من مثل چشم این پتار، سر زمین من. سازهای محلی که مخصوص خود کشور افغانستان هست، شما اون ریتمی رو هم که میگیره سریع میتونید تشخیص بدید که ساز کشور افغانستان هست. و حالا اون ملودی هم که میگیره خیلی واقعا به دل آدم میشینه، اون محلی بودنش مشخصه. نمیدونم میتونم درست منظورم برسونم یا نه. یعنی یک شما هر جایی باشید وقتی یک ساز ستار یا سنتوری رو بشنوید میدونید که این ساز ایرانه. یا الان مثلا رباب و نمیدونم دنبوره و این هارمونهی که میزنن و اینا، اگه اسمشو دوباره اشتباه نگم، سازی که همیشه همه آوازخوان‌های کشور افغانستان موقع خوندنشون اون ساز متعلق به خودشون هست، توی اکثر موزیک ها داریم میبینیم. خیلی جالبه که مشخص میشه که واسه کشور افغانستانه و اصلا یه حال و هوایی داره. و یه موضوع دیگه هم بچه ها، این کنسرت دقیقا نمیدونم مال چه زمانی هست، چون از نظر کیفیت ویدیویی یا یه کوچولو صدا و اینا هم اگر میبینید که مشکل داره، من منتظر خبر از استاد داوود سرخوش هستم که اجازه بدن که روی موزیک اصلیشون از چنل خودشون ریاکشن برم. ایمیل رو زدیم، حالا ببینیم که اجازه میدن یا نه. حتما موزیک اصلی رو هم با هم میایم و میشنویم. ولی خب این کنسرت چون که ویدیو بود و میتونیم مردم رو ببینیم، حس و حالشون رو ببینیم، صورت ماه استاد داوود سرخوش رو میتونیم ببینیم، خب لذت دیگه هم داره. ولی حتما اوکی بشه ویدیوی اصلی رو هم، موزیک اصلی رو هم ریاکشن میریم.
خیانه گشتم آنه وفا نگشتم بی تو همیشه باغم شانه و شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمد ندارد شیر و ترانه من سرزمین من که همی تو را سرود سرزمین من که تو را گشود سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پر و بار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من سرزمین من یعنی هر جایی هر شرایط و موقعیتی که داشته باشی بخوای این موزیک رو گوش کنی یکی این یکی شهر خالی خانه خالی یعنی اینو این دوتا رو که گوش کنی اصلا یه حال عجیبی میشی برای من که اینجوریه نمیدونم برای شما اینجوری هست یا نه بچه اگر اشتباه نکنم حالا اگر اشتباه کردم لطفاً برام کامنت بنویسید نیاد بگید که معلوماتتون رو زیاد کنید چون ما اکثر ریاکشن ها بچه ما نمیریم ویدیو رو ببینیم یا موزیک رو قبلش گوش کنیم میایم با هم ببینیم که خدای نکرده نخواد ویدیو فیک بشه یا اینکه حداقل خودمون رو گول بزنیم واسه همینه که به قول شما معلوماتمون رو قبل از ریاکشن به موزیک ها خیلی بالا نمیبریم ولی اگر اشتباه نکنم متن یعنی شعر این آهنگ از استاد امیرجان صبوری هست که هدیه کردن به استاد داوود سرخوش و به چه زیبایی هم اجرا شد و یک اثر ماندگار تا آخر عمر یعنی هر کس دیگه هم از نسل‌های بعد بیاد و این آهنگ رو گوش کنه واقعا لذت میبره یه چیزیه که اصلاً عادی نمیشه یعنی هر زمانی شما میتونید این آهنگ رو گوش کنید لذت ببرید از استاد داوود سرخوش عزیز لینک اصلی در دسکریپشن هست مرسی که تا اینجا با من همراه بودید قربون شکل ماهتون ماچ به کلاتون قرارمون دعا کنید عاشقتونم بچه ها تا ویدیوی بعد بای بای